سلام به قصه های زندگی امشب، خوش آمدید. اینجا منزل محمد انور فطرت، رئیس پیشین ریاست عمومی کار، حفظ و مراقبت شورای کابل است. این هم فرزندانش. ای کلانکش محمد جان، محمد است نامش، دومی علی سینا، خورترکشم هنا جان. سه طفل دارم، فضل خدا از زندگی بسیار راضی هستم. دیگه فعلا در مکران زندگی میکنم تقریبا از 4-5 سال، ولی خانم کرایس یک تیلا جدی خانم کرایس. بعض دوستان میگن که تو در شوروالی کار میکنی و خانه کرایس دیگه، ولی حقیقت است که خانم کرایس و افتخار میکنم که روزی حلال پیدا میکنیم و عزت داریم، فضل خدا آرامش داریم، همه چیز است. یه از برکت عزیز که صادقانه با روزی حلال طفلا را کلان میکنیم. محمد انور فطرت در سال 2007 میلادی از دانشکده انجینری دانشگاه کابل به درجه لیسانس فارغ شد. بعد فرصت تحصیل در بیرون برایش دست داد و از یکی از دانشگاه‌های کشور انگلستان در رشته مدیریت پروژه‌های انجینری به درجه ماستر فارغ گردید. از او 3 اثر تحقیقی در عرصه‌های سکتور شهری و ساختمانی در مراکز معتبر نشراتی جهان از جمله در کشور انگلستان و فرانسه به نشر رسیده است. محمد انور فطرت در نهادهای ملی و بین المللی در مدت 13 سال در بخش‌های مدیریت پروژه‌های ساختمانی، بخش‌های تحقیقی در سکتور شهری کار کرده است. هنا، محمد و علی سینا مصروفیت منزل جناب رئیس صاحب هستند. اما تو؟ بله. خوش آمدین به منزل جناب رئیس صاحب و خوشحال هستم که در این بخش برنامه ما و تمام بیننده ما با خانوادش ما آشنا میشیم. بازم دوباره خوش آمدین. تشکر. شما هم به خانه ما بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. سلام خدمت بیننده محترمتان. ما قسمی که بیشتر آشنا شدیم، 3 طفل دارم، زندگی مستقل دارم، ما و خانم و 3 طفلم. حدود 10 سال شد که عروسی کردیم و سمرش همی 3 طفل است. بچه کلانم محمد نام داره، دومیش علی سینا جان و یه هم هنا جان دخترک خوردم است که بسیار کتی ما بسیار همه تو که میبینین از دیگرایش کرده زیاد محبتش زیاد است. هنا جان سلام. چند سال هستی هنا جان؟ خب بسیار پر حرف است و تا که در خانه تنها می باشیم، ولی حال نمیفهم صحبت نمی کنه، ولی بسیار خب جناب رئیس، وقتی که خسته و زله به خانه می آین، موجودیت فرزنده ایتان چقدر از خستگی ایتان کم می کنه؟ والا بدون شک طفلا خب اینی که رحمت خداوند گفتن، مخصوصا دخترکم، اما اگر تا نا وقت شب هم بعضی روزا مصروف کار می باشیم و امی که پس به خانه من می آیم، امی یک لبخند از اینا همه خستگی را مرفوع می سازه و واقعا بسیار تاثیر داره. و شما رو پس دوباره روحیه می ته برای کار و فردا به دفتر. بسیار خوب. در مورد خانمتان گفتین، فرزندایتان، در مورد پدر و مادرتان و برادرها اینا میشه بگوین اونا کجا هستن؟ باش بچه. از ما والده سه و قبلگاه سه بردیشان وفات کردن، خداوند غریق رحمتشان کنه. یک برادر دارم و همشیره هستن، اونا جدا از ما زندگی میکنن، فعلا ما تن هستیم. بسیار خوب. جناب رئیس صاحب، در مورد پدرتان که خداوند مغفرتشان کنه وفات کردن، کم بیشتر بگوین که اونا چه قسم یک مرد بودن؟ اما خانواده که شما تولد شدین، در موردش بگوین چیگونه یک خانواده بودن؟ پدرم خدا غریق رحمتشان بکنه، واقعا حالا که بیاد میه انسان بزرگی بود و واقعا ما مرهون و
مدیون تربیه از اونا و زحماتشان هستیم، با وجودی که در بسیار فقر یعنی بسیار جدی در اون شرایط انقلاب ما در بدترین حالت انقلاب مکتب خواندیم در بغلان، همه گی میفهمن، ولی یکی از ولایت‌های بسیار ناامن بود بغلان. اینی از برکت و ثمره تربیه از اونا بود که تا حد ما در جامعه یک مقدار سالم تقدیم شدیم و مؤثر. اونا همیشه وصیت و پیشنهادشان برای ما بود که صادق، پاک و همیشه با حوصله در مشکلات و یا در حالات هر موقعیتی که قرار میگیرین، چه در کار، چه در خانه، چه در بیرون، همیشه همی وصیتشان بود و خودش هم یک انسان بسیار بردبار و با حوصله بود. و دوستایی که از بغلان هستن میشناسن از آدرس ما پدر ما را، و واقعا ما از پیششان راضی استیم که تو یک پدر خداوند داده بود. والا غریق رحمتشان بکنه، تقریبا خداوند غریق رحمتشان کنه، در حدود یک 8 سال پیش وفات کردن. بله. و مادرتان؟ مادر ما هم خداوند ببخششان یک 5 سال پیش وفات کردن. دیگه اونا هم بسیار دشوار است که آدم از من حیث اولاد باز از ویژگی های از اونا توصیف بکنه، ولی واقعا ما هم مدیون احسان از اونا هم هستیم، مدیون تربیشان هستیم. بله. و از زندگی شما خودتان چی تجربه گرفتین؟ ما به این باور هستم که هر قدر انسان مشکلات و دشواری ها را ببینه به پختگی میرسه. اگر شاید از امو مراحل دشوار زندگی که ما عبور کردیم، در چه در دوره مکتب، چه در دوره دانشگاه پانتون کابل، با امو فقر، مشکلات و همه دشواری ها، شما قبول کنین که ما بیادم میه که در زمان همه گوان های این خاطره بده دارن، به ماها و به سالها ما شاید از این نبودیم که یک غذای خوب بر ما میسر باشه و ما استفاده بکنیم. بنان این همه چیزایی بود که ما حالا که فکر میکنم بدون شک درسهایی بود که طبیعت بر ما آموخت، با پختگی ها رساند و با دشواری ها اگر حال فرارای ما میاد میتونیم بسیار خوب مبارزه بکنیم. ظاهراً معلوم میشه که نوجوانی و جوانی زندگیتان در روزهای دشوار در افغانستان سپری کردین. میشه کم قصه کنین از زمان؟ خب ما وقتی که در پانتون کابل درس میخواندم در ابتدای سال اول کرزی، رئیس جمهور کرزی، برادرم حاجی سید فیروز، یادشان بخیر، فعلا هم بغلان هستن، از مکه بزرگ است. اونا کار بسیار شاقه میکردن و همیشه اونا در پالوی از اینکه دهقانی و کارهای فیزیکی بسیار شاقه داشتن، باز به صورت روزمزد با کسای دیگه دیوار مثلا خشتکاری میکردن اینا تا اینکه مال تمویل بکنه بتونم در پانتون گذاره کرده. با 500 افغانی در وقت 9 پیسه افغانی دوره کرزه سپ برآمده بود، ما به پانتون می آمدیم، یک سمستر هم می گذاشتاندیم و این بسیار دشوار بود. حتی امو هزینه مصارف خود پانتون بسیار بر ما دشوار بود، دلیلی زندگی می کردیم. بنابراین یا کلش خاطره است، خاطره بسیار زیاد داریم، ولی متاسفانه خاطرات تلخ در زندگی بسیار زیاد بوده در سطح افغانستان که ما قطعا خاطرات تلخ خود دفن کردیم، با خاطرات خوبش گاه زندگی می کنم و توقع دارم که از این بعد گذشته های خود گذشته های خراب و فراموش کرده با یک ایده های نوین به پیش بریم. برای واقعا زندگی کردن با خاطرات خوش آدم انرژی مثبت میده. حالا از خاطرات خوش دان یک شمع خواهیم قصه کنیم که بیشتر کل ما و شما انرژی بگیریم. خاطرات خوش در افغانستان بسیار دشوار است که آدم زود به یاد بیاره، ولی بعد از این که من نامزد شدم، زندگی رو آغاز کردم، اولین خاطره خوش من همی فرزند کلانم بود، چون 3 سال خداوند بر ما طفل نداد.
اینا یکی از هدیه های پروردگار بود که واقعا رنگ و رونق زندگی ما رو دگرگون کرد. بله، واقعا فرزند اول بیشتر تغییرات میاد از تا حالا هم اینا کتیمه بسیار محبت دارن، بسیار یعنی ما از اولادای خود هم رازیستم. مگم از شما شکایت کردن که کمتر وقت دارین که به تفریح ببرین شن؟ والا یه طرفه هست، واقعا وقت که آدم در دولت یک مسئولیت یک داره پر مسئولیت می باشه به طفلا کمتر رسیدگی میتونه و اینی حق از اینا رو ما نتانستیم درست تأمین کرده. و اگر بخواین به خانواده به تفریح برین کجا را انتخاب میکنین؟ کجا را مناسب میبینین در شهر کابل؟ فکر میکنم شهروالی کابل قرغه دو دفعش قرغه دو دفعه پدر جان میلا بردی دارن دو دفعش خونو کاکن اونو ماما مورا قرغه بود یک دفعش بود پدر مورا باغوش بود. به خاطر مشکلات امنیتی زیادتر آدم نمیتونه به تفریح و میله رفته. بازمی جد می داخل مکران یک پارک است به نام پارک فردوسی، واقعا فضای خوب داره. گاهی باز بعض روزها در ختم روز یا روزهای جمعه باز ما هم اینا رفت. بسیار خوب جناب رئیس شهروالی کابل، به خاطر ایجاد مکانهای تفریح خصوصا بر خانواده ها چقدر تلاش کرده و چقدر داره تلاش میکنه؟ شهروالی کابل بدون شک در حدود 28 تا 30 پارک بهسازی کردن و دوباره بازسازی کردن. بعضشان از نو ساختن و بعضشان بهسازی کردن. یکی از جمله که امی پارک فردوسی ما گفتم، این هم دمی اواخر از طرف شهروالی کابل ساخته شد. واقعا در سه پارک ها به حد تلاش کرده و فعلا هم جریان داره. پروژه جاری ما داریم در بخش پارک ها و اخیرا پارک علاودین، پارک مکرویان، بعضی پارک های دیگه تکمیل شد و تلاش بسیار جدی داره شهروالی کابل. خدا کنه که همشهری ها اگر صدای مرمش نوان آزرده نشن. متاسفانه در داخل پارک ها ما عملا میبینیم اما گاربیج بینز یا آشغالدانی نصب شده، بدها تا نصب شده به وجهی که کثافات دوج بریزن در روی پیاده رو، در روی سبزه، یا کسی که به طور مثال بعض چیزایی را که استفاده میکنن او گاربیج تولید میکنه، اونا رو در روی پارک و در روی سبزه و چمن اینا میریزن. ما پیشنهادم صمیمانه برای شهروندای عزیزی است که حدیث بسیار کوشا باشن. خب جناب رئیس، مادر حنا جان وظیفه دارن یا خانم خانه هستن؟ مادرشون قبلا معلم بود، تا به طفل اولم که تولد شد معلم بودن. بازی که مسئولیت طفلا و اینا زیاد شد، ما هم مصروفیت های زیاده، باز خودشون ناگزیر معلمی را ترک کردن، فعلا به طفلای خود میرسن. بسیار خوب، بسیار خوب. تحصیلات عالی دارن؟ بله، تا دوره تربیه معلم در خواندن و بعد از او باز به شغل معلمی ادامه دادن. بسیار خوب. و ازدواجتان بخواست خانواده بوده یا بخواست خودتان؟ تقریبا بخواست خودم. بسیار خوب، مشترک بوده. بسیار خوب، موفق باشین. دوباره خوش آمدین. محمد انور فطرت دو سال قبل به عنوان رئیس ریاست عمومی کار، حفظ و مراقبت شهروالی کابل گماشته شد. هر روز سر ساعت 7:30 به دفتر خود حاضر است و نزدیک به شام هم دفتر ترک میکنه و به خانه میره. خب حاصل این رفت آمد دو سالهشان بر ریاست عمومی کار، حفظ و مراقبت چیست؟ این سوال و سایر سوالات دیگر را در پیوند به کارهایشان در این بخش برنامه ازشان میپرسیم. ما حدود دو سال پیش نظر به انگیزه خدمتگزاری که داشتم و همزمان این بست مرتبط به مسلک ما بود، تصمیم گرفتم که به این بست، چون عملا در خدمت همشهری ها و شهروندا قرار داریم، شما چنانچه میبینین، خواستم که در این پست خود کاندید بکنم و خوشبختانه به واسطه از طریق یک رقابت آزاد شامل پروسه شدیم و بعد از مراحل وصول اجرات اداری
شامل بحث شدیم و بعد از حکم رئیس جمهور اشغال وظیفه کردیم. در کشور که بیشتر مردم باور دارند کار کردن در پست‌های بلند بدون واسطه ناممکن است. در همین جا اما محمد انور فطرت بدون هیچ روابط نزدیک با مقامات دولتی در امتحان رقابتی 2 سال قبل موفق شد و پست ریاست عمومی کار، حفظ و مراقبت شروالی کابل را از آن خود ساخت. همکارای جمعی فهمند که ما اصولم به شایسته سالاریست، به شایستگیست و به همی اساس اعتقادن باورمند استم که واسطه اگر واقعا یک کسی عزت نفس داشته باشه چیزی بسیار خوب نیست و ما هم از طریق رقابت و اتفاقا در رهبری شوروالی ما کسی را نمیشناسم. البته بعد از اینکه کار کردیم همه گیره میشناسم، همه دوستایم هستن، یک جریان کاری بسیار خوب داشتیم در کارمندای زیر دستم هم و در کسایی که در رهبری محترم شوروالی است که بالاتر از ما هستن هم یک رابطه خوب فعلا داریم. وقتی که از پانتون کابل در سال 2007 فارغ شدم از پانزه انجینری پانتون کابل رشته سیوال یا ساختمانی، ابتدا کار خودم در مزار در ولایت بلخ در شهر مزار شریف آغاز کردم. یک کمپانی بود به نام NCDC که از جمله کنترکترهای US Army Corps بود. به تعقیبش یک دوره کوتاهی را با یون هابیتات در همین شهر مزار شریف ایفای وظیفه کردم. متعاقباً با سکتور، با مؤسسات که یک مؤسسه بود به نام SII سمراز انترنشنال انکورپوریشن حدود بیشتر از 2 سال در اوج خدمت کردم. البته همیش در بخش های مسلکی بود، در بخش های کنستراکشن منیجمنت. همزمان با این مؤسسه با 2 انستیتوت دولتی و شخصی، یکی پانتون باختر و دیگه به نام ATVI، حدود 4 سال تدریس میکردم و به تعقیبش باز در اداره عالی حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا ISA در سکتور تحقیق یا ریسرچ در اینجا کار آغاز کردم. باز بعداً به دوره ماستری آغاز کردم در کشور انگلستان و بعد از فراغت از دوره ماستری باز به وزارت شهرسازی و اراضی، که وقت وزارت شهرسازی و مسکن بود، با اونا کار آغاز کردم در به صفت مشاور در نامی ملی مسکن، یک ریاست عمومی بود. به تعقیبش در سالهای اخیر طور که پیشتر گفتم کار آخر ما با شوروالی محترم کابل است که تا یک رقابت آزاد، چون طور احساس کردم که شاید موثرتر باشم و در خدمت هم شهری ها قرار بگیرم، دهی بستان بدیم و تا به حال پیش بینیم. اما ریاست عمومی کار، حفظ و مراقبت شوروالی کابل چیگونه یک ریاست است؟ کدام کارها از آدرس این ریاست برای شهر کابل انجام می شود؟ و دستاورد مهم کاری محمد انور فطرت در مدت 2 سال کارش در این ریاست چیست؟ اگر صادقانه بگویم بسیار ریاست جنجالی، به دلیل از اینکه شما تماما نمای شهر که می بینین از الف تا یا از تماما جوانب مدیریتش، نگهداشتش، مراقبتش، ترمیمش و بهسازی و ساختمانش مربوط به همین ریاست است. ریاست محترم سرسبزی هم اگرچه است، در بخش‌های سرسبزی و گلکاری و گرینینگ و ویجیتیشن اینا فعالیت میکنن. ما هم همکاری داریم، گلدانها را ما برشان میسازیم و سایر بخش ها. ریاست محترم تنظیف هم است در بخش های عملیاتی شهر که اونا تنها برداشتن کثافات و گاربیج مربوطشان است که ما هم سهم داریم. در مثلا در کانال های کلان ما پاک میکنیم تیمای حفظ مراقبت و بخش های برف پاکی شهر و امثال ازی دیگه. تمام امور شهر که در 14 آمریت فعلی که ما داریم مرتبط به امی ریاست عمومی کار حفظ مراقبت است و واقعا حجم کار نظر به وضعیت که فعلا امکانات که شوروالی محترم کابل داره یک مقدار طاقت فرسا هم است. ولی افتخار از این را داریم که در آخر روز
بالاخره همو سمرهش شهروندان میبینن و ما تسکین میشم و تماما خستگی هاییم. محمد انور فطرت در مدت 2 سال کار باور دارد که تا جای در سمتش مؤثر بوده و بیشتر هم تلاش کرده برای تغییر چهره شهر کابل، چون او از زمانی که به سمت ریاست عمومی کار حفظ و مراقبت گماشته شد برای آمرینش در شهرولی کابل تعهد سپرد که اگر او در این سمت مؤثر نبود خودش کنار خواهد رفت. به صراحت ایره میتونم گفته هر وقت که مؤثر نبودم باز من استعفا میتونم. ایره هم اگه اعضای محترم رهبری هم می اصول برشان گفتیم ابلاغ کردیم بارها و همکارای زیر دست ما، امرصاحبای محترم، معاونین محترم ما، همگی میفهمن. خب مؤثریت البته چند بود داره، بستگی به امکانات داره، بستگی به پالیسی دولت داره، بستگی به بودجه داره که چقدر دو سال تخصیص داده میشه و همزمان توقعش همشهریان محترمم بسیار بلند. ما وقتی که میدیا را چک میکنم از طریق فیسبوک، از طریق رسانه های دیگه، همشهری ها بسیار نقد و انتقاد میکنن ولی نمیدانند که امکانات چقدر محدود است، همکاری چقدر محدود است در سطح شهر، در سطح خود همشهری های محترم، سطح فرهنگ یک مقدار آسیب دیده در جریان عوامل مختلف که چند دهه بوده. یعنی همشهری ها وقتی که همکاری نکنن باز طبیعی است که آسیب پذیری بسیار بلند میشه و از جانب دیگه نظر به کمبود امکانات باز ما هم طور احساس میکنیم که گویا یعنی خود ما که قلبا احساس ازیر میکنیم که اینی معزله واقعا وجود داره، باز ایره تصور میشه که همشهری ها هم اوتومات ایره تصور دارن، ما ایره میفهمیم ولی پیام ما به همشهری ها ایست که مشکلات بسیار زیاد است، همکاری بسیار کم است در سطح شهر، امکانات پولی و بودجه در سطح دولت بسیار کم است و مشکلات شهری هم بسیار زیاد، یعنی در کل حجم کار بسیار زیاد و یک شهر پر نفوس و پر حیوت و پر ترانسپورت و پر جمع جوش حفظ مراقبتش، تنظیم کارهایش بسیار دشوار است. به صورت هفتوار اما فرصت های کاری که اجازه میده خبرگیری کردیم تماما پروژه های خود. فعلا ما در حدود 22 پروژه پلانی داریم که پروژه های کلانترین پروژه های شهر کابل است، سرک های اسفالتی که از چندین سال جریان داره، پروژه های ساختمان است، پروژه های زیربنایی، بخش ترمیمات سرک. در پالویش در حدود 67 الا 68 پروژه غیر پلانی که پروژه های بزرگ و متوسط هستی هم، یعنی جمعا بیشتر از 85 تا 87 پروژه فعلا در حال جریان است با بخش های مختلف، در بخش هایی که اگر نیاز به توضیحات میتیم. ما اصولا اما کوچکترین فرصتی که اجازه داده خبرگیری کردیم با کارگرا و این اصول منیجمنت جاب میکنه که اگر دلجویی در پولوی نبود امکانات، زحماتی که میکشن و مشکلاتی که دارن، اگر از طرف مسئولین و رهبری هم برشان یک دلجویی نشه، حداقل دیده نشه از کار از اونا و به نحوه او منعکس نشه، اونا کاملا دلسرد میشن و روحیشان مشکنه. بران ما از لحاظ مسلکی این مطلب سرش تمرکز کرده و میفهمم که بسیار مهم است که از جریان کار قهرمانای کارگره که در طول روز، در شب، از ما شب هم شب کاری های داریم، دو شفت کار میکنیم، از اونو باید با خبری صورت بگیرن. ما با جناب رئیس در محیط کاریشان کم قدم زدم و میخوایم ازشان پرسان کنم که محیط کاری آرام و خیلی مناسب چقدر نقش داره سر اجرای کار؟ واقعا بسیار نقش بسزا داره و این تعمیر و این ریاست که شما میبینین یکی از حاصل زحمات جمع همکارای ما بعد از اینکه ما آمدم در این ریاست دیره راندازی کردیم و بالاخره به موفقیت پارسال تکمیل شد. واقعا یک محیط خوب است فعلا، در حالی که در گذشته مشکلات بسیار زیاد بود در این راستا، جای بسیار زیق بود، بسیار همکارا با مشکل بودن. یک تعمیر کمپاند سابقه ما بود که همگی در موج
مستقر بودن و فعلا در بخش آمریت ها و بخش رهبری ریاست در ایج هستن، در ای تعمیر. در بخش دیگه معاونیت های ریاست و همزمان دیگه تیم های کاری دیمه باشن. تقریبا بیشتر از 2 سال قبل که من به این ریاست آمدم واقعا فضا چنین نبود. حالا بسیار فضا تغییر کرده. شما گاهی فرصت پیدا میکنین، کارا شما را مجال میده که قدمون بزنین و از این محیط خوب استفاده هم کنین به عنوان تفریح و یا رفع خستگی. واقعا فیضی صاحب قسم که شما گفتین 2 سال قبل این تعمیر و تأسیسات نبود. بله. وقتی که ما آمدیم این به اصطلاح ثمره زحمات کل تیم و ابتکار عملش مربوط ما بود که این تعمیر ساختیم و پارسال تکمیل شد. خب به ارتباط قدم زدن گفتین، وقتی که بعض رئیس‌های و دوستا میان گاه بعد از رسمیات باز استفاده میکنیم دیجا میبراییم قدم میزنیم، ولی در اوقات رسمی بسیار مشکل است که آدم بتانه به این بخش ها رسیدگی بتانه. در تشکیل سابق حدود 12 آمریت بود. طبیعی است که هر آمریت از لحاظ اداری که برش منیجمنت یونیت میگه یک فعالیت مشخص مدیریت میکنه، یعنی یک واحد اداری. در او صورت ما 12 بخش کاری داشتیم، البته بعض بخش های اداری هم شاملش می شد و بخش های تخنیکی. فعلا در تشکیل جدید حدود 14 آمریت است. در بخش تنویر جاده ها مکمل مربوط ما است از شهر کابل. در بخش سرکسازی یک بخش دیگه ما است. بخش ترمیمات سرک آمریت دیگه هست. بخش ساختمان های مصنوعی خود احداث ساختمان ها بخش دیگه هست که تیمای ما مصروف است. ترمیمات ساختمان های مصنوعی، بخش ترمیمات پل، پلچک، بخش ترمیمات ساختمان های مصنوعی که پیشترام اشاره کردم و همزمان کارهای متفرقه دیگه که نظر به ضرورت به اساس پلان اولویت بندی که سالانه برای ما در ختم سال مالی راجع میشه. همزمان در کارهای بخش تخنیکی خارج از بخشهای تطبیقی، بخش کودهی سرک ها، رجستریشن سرک ها که ایر کندیشنینگ سروی میگه سالانه ما میکنیم، بخش سروی توپوگرافی و تقسیمات سرک ها که چقدر سرک های خامه داریم، چقدر به کدام وضعیت است، چقدر سرک های عمومی است، سرک های وصلی، سرک های فرعی، و وقتی که اینا سروی میشه، بررسی میشه، نیاز سنجی میشه، اولویت بندی میشه، در آخر سال مالی ضرورت های سرک ها به می شکل در دیگه بخش ها که رود اسست منیجمنت میگه، مثلا بخش های پیاده رو ها، گلدان های وسط سرک، جوی ها، آب رو ها، کراس درنیج ها، اینا سروی که صورت میگیره، کندیشنینگ سروی، باز در بخش های تطبیقی به صورت رسمی اینا منظور شده برای رهبری محترم شاروالی میرن. برای سال جدید باز پلان تطبیقی برای از اینا بودجه تخصیص داده میشه و سایر کارهای اداری که باز اینا میرن به تطبیق. در کل همین بخش ها مسئولیت های کاری ریاست است. در پایان برنامه قرار داریم، میشه که در پایان یک پیام شما را داشته باشیم به عنوان صحبت آخر برنامه؟ اول خب بسیار تشکر میکنم از شما و از تلویزیون پربیننده شما، و پیامم به صورت مشخص باز هم برای همشهری های کابل است که در حیث نگهداشت شهر که ما هم مسئولیت ما در امور راستاست، شوروالی را همکار باشند، کمک بکنند، برای از اینکه اگر همکاری مردم نباشه متاسفانه شهرداری به جای نمیرسه و شهر خدای نخواسته رو به خرابی میره، و با امید از اینکه یک صلح پایدار و سرتاسری هم در سطح افغانستان حاکم شود. بله دقیقا، شهر خوب شهروند خوب میخواید. دقیقا. به همین امیدواری که همه ما و شما شهروندای خوب در برابر شهر خود باشیم، برنامه قصه های زندگی امشب به پایان میرسانیم. تشکر بسیار زیاد از همتان. بسیار خوشحال شدم که با شما در برنامه معرفی شدم. تشکر.